سلام دوستان خوبم در امروز میخوام راجع به درسی صحبت بکنم که میتونه به ما کمک بکنه تا اگر پروژه دست ما هست یا در حقیقت اگر پروژه کاری رو به ما سپردن چطور بتونیم از یک تصویر ساده با کمی تعمق و با کمی تعمل بتونیم به خلق یک پوستر یا یک صفحه برای یا برای یک صفحه وب یا برای یک مجله برسیم چیزی که مهم اینه که ما با استفاده از عکس هایی که داریم یا عکس هایی که می‌گیریم اگر میخوایم یک کار گرافیکی بکنیم یک پروژه گرافیکی رو در تولید بکنیم چطور بتونیم از دستورات به خوبی استفاده بکنیم در این درس به ما یاد میده که چطوری دستورات میتونن به ما کمک میکنن من سه تا کرکتر رو از توی این کرکترها انتخاب کردم یا این تصویر رو در حقیقت در نظر گرفتم برای اینکه پروژهام رو از تصویر مثل این تبدیل بکنم به تصویری مثل این اما اینکه چطور این اتفاق میفته میخوایم با هم بررسی بکنیم که دستورات به چه شکل هم قرار میگیره. یک صفحه سفید رو باز کردم و سه تا از این در شخصیت ها یا سه تا از این کرکتر ها رو توی تصویرم قرار دادم در اولین قدم یک نکته هم دوستان خوب من دقت بکنید حالا ما همیشه هم دنبال نیستیم که کارهای مینیمال بکنیم کارهای خیلی ساده انجام بدیم یا البته کار مینیمال به منزله نیست که یه کار ساده است منظور من اینه که شاید خیلی از اوقات کارهای شلوغ هم زیبا باشن خیلی از اوقات کارهای ساده هم در حقیقت جذابیت خاص خودشون داشته شدن کمی میخوایم امروز با رنگای قرمز و آبی و بنفش و زرد بازی بکنیم تا ببینیم چه نتیجه ای ما در بر خواهد داشت اولین کاری که انجام میدم از ابزار گرادینت استفاده میکنم و در جعبه گرادینت ادیتور از گرادینت تایپم هم رو از حالت سالید رو حالت نویز قرار میدم شما با رندمایز میتونید به گرادینت های مختلفی برسین من گرادینتی رو اینجا انتخاب کردم که این هست از توی آرشیوم انتخابش میکنم و با استفاده از حالت خطی از سمت چپ به سمت راست کلیک و درگ میکنم تا یک همچین قالب و یک همچین فرمتی رو برای خودم تولید بکنم چیزی که اینجا برای من حائز اهمیتی اینه که سطح زمین رو بسازم یا در سطح زمین رو تولید بکنم ابزار ای رو برمیدارم همیشه یادتون باشه اگر ما یک سری خط عمودی داشته باشیم خیلی راحت با انتخاب تقریبا یک سوم از پایین تصویر و گرفتن یک کپی کنترل ج و بعد کنترل تی ترانسفورم کلیک راست رو میزنم و اون قسمت رو که کپی گرفتم رو در حالت پرسپکتیو میبرم فرمان پرسپکتیو رو انتخاب میکنم یا کلیک سمت راست میزنید پرسپکتیو رو انتخاب میکنید یا Alt Shift کنترل رو نگه میدارید و کلیک میکنید درگ میکنید خیلی ساده میتونید که سطح زمین خودتون رو بسازید این چرا میزنم خب سطح زمین من ساخته شد اما چیزی که اینجا نیاز دارم سایه است دوستان خوب من دقت بکنید که شما به که این کاراکترتون و این کاراکترتون پاشون کج قاعدتا با باید رو سایش دقیق کار بکنید اما به دلیلی که ما اینجا خیلی وقت نداریم من خیلی ساده سایش رو میسازم از این یک کپی میگیرم از این کرکتر هم یک کپی خواهم گرفت کنترل J و بعد این لایه پایینی رو با رنگ مشکی پر میکنم Alt Shift Backspace رنگش رو کاملا مشکی میکنم و بعد کنترل T Transform رایت کلیک میکنم Flip Vertical یا قرینه عمودی سوژم رو میارم پایین خیلی خیلی ساده همونطور که میبینین اگر من سوژم رو کلیک و درگ بکنم و پایین بیارم اینها ست در نمیان بنابراین من سایم رو با این ست میکنم و حرکت میدم تا این سایه من ست بشه خیلی راحت میتونم ابزار گرادینت رو بردارم مشکی به ترانسپرنت در حالت خطی کلیک و درگ کنم تا سایم رو اینجا خیلی راحت روی این داره ماسک رو فعال میکنم و بعد با استفاده از ماسک خیلی راحت این سایه رو کم میکنم با ابزار قلم هم این لبه ها رو تمیز میکنم هرچند که سایه من درست نیست این رو متذکر میشم سایه من الان سایه درستی نیست باید این قسمت ها رو پر بکنید و تمیز بکنید و به طور کامل سایه رو تولید بکنید خیلی خب تا اینجا سایه رو ساختم اسم این لایه رو میذارم گراوند که به حال زمین من هست و سوژه های من ساخته شده در قدم بعدی میخوام در بک این سوژه هم یک سری نورهای سفید داشته باشم چیکار میکنم میخوام با استفاده از فیلتر پترن این کار انجام بدم چطوری در این اتفاق میفته یک لایه میسازم زیر لایه گراند و خاکستری 50 درصد رو فیل میکنم ادیت فیل و خاکستری 50 درصد رو فیل خواهم کرد میام در منوی فیلتر در زیر مجم... در فیلتر گالری و در زیر مجموعه سکچ فیلتر هفتون پترن رو انتخاب میکنم پترن تایپت رو روی دات بذارین آت کاتات رو اینجا حذف میکنم فیلتر کاتات نمیدونم چج فعاله اینو دیلیتش میکنم فیلتر هفتون پترن رو اعمال میکنم اینجا به این شکل سایزم رو بالا میبرم تا به این شکل دایره های بزرگی داشته باشم رو هم میتونید بالا ببرید تا خیلی ازم جداشن اوکی میکنم تا این حالت پشت تصویر من تولید بشه زمانی که این کار انجام دادم میتونم خیلی خیلی ساده ابزار مجیک وند رو بردارم و رنگ سفید رو انتخاب بکنم به این شکل شیفت کنترل I اینورس و بعد دکمه دیلیت رو بزنم تا مشکی ها رو حذف کنم کنترل T Transform خیلی ساده این دایره ها رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر کنم یا هر چقدر که مد نظرتون هست میتونه که بزرگتر بشه به این شکل اینها رو در بزرگ میکنم میام توی فیلتر میام توی بلر برای اینکه لبه هاش رو محو کنم و فیلتر گازین بلر رو اعمال میکنم روی عدد فکر میکنم 6 یا 7 باشه خیلی خوبه تا در نورهای من به این شکل تولید بشه میذارم روی هفت و بعد اوکی میکنم دابل کلیک میکنم روی لایم تا جعبه لیر استایل باز بشه و بعد با استفاده از گزینه اتر گلو در یک تابش خارجی رو تولید کنم. کمی سایزش رو هم میتونم زیادتر بکنم یا کمتر بکنم تا نورهای من به این شکل شبیه یک لامپ یا چرا خوش رو نشون بدم کنارها رو حتما باید از بین ببرم لایر ماسک رو فعال میکنم گرادینت مشکی به ترانسپرنت از سمت چپ براز کلیک و درگ میکنم از بالا به پایین کلیک و درگ میکنم البته اینجا دوست ندارم کنترل منفی رو میزنم کمی زوم اوت میکنم کلیک درگ میکنم از این سمت کلیک درگ میکنم از بالا خیلی زیاده به این شکل سمت راست کمی حالا دوستای خوب من باید دقت بکنید که تنظیماتتون درست در بیاد لایم رو فعال بکنم روی ماسکم به این شکل و اینجا رو به این سمت از پایین هم به این شکل در قد سوشم رو میسازم چیزی رو شبیه این تولید میکنم خیلی خوب پس تا اینجا کارم رو ساختم و در کارم رو تولید کردم بک‌گراندم رو ساختم حالا برای اینکه این قسمت پایین تمیزتر در بیاد و ما جلوه نوری خوبی داشته باشیم بالای لایه گراندی که اینجا دارم یک لایه میسازم ابزار چارزل رو برمیدارم کلیک و درگ میکنم و یک چارزل ای به این شکل در قطع ترسیم میکنم رنگ سفید رو فیل میکنم و بعد میام توی فیلتر بلر گازیان بلر تا این رنگ سفیدم رو کمی محو کنم تا یک پاله نوری خیلی خیلی لایتی پشت این سوژه داشته باشم اوکی میکنم بلندینگ مودم رو از نورمال به اوورلی میذارم تا این نور خودش رو اینجا به طور کامل نشون بده و بعد یه کپی ازش میگیرم کنترل جی لایه اوورلی هم رو در حال بعد از کپی گرفتم دوباره لایه اوورلی هم رو روی این دومی است اوورلی هم رو به نورمال دوباره تغییر میدم تا رنگ سفیدم خودشو نشون بده کمی اپاسیش رو کم بکنم پس این دو تا لایه که دارم اولی دومی نورماله و نورم رو این پشت به شکل طبیعی تولید کردم خب تقریبا کار من تمومه اما در مرحله آخر خیلی خیلی ساده برای اینکه فضای در رنگی کارم رو یا اتمسفر کارم رو تغییر بدم میام روی فرمان کالر لوکاپ اپ دستورات دیگه هست مثلا میتونید روی بلک اند وایت با بلک اند وایت کار بکنید با فوتو فیلتر کار بکنید همه چیز در اختیار شماست میام روی کالر لوکاپ و حالت فاگی نایت رو انتخاب میکنم و به این شکل میتونم که این رو کم بکنم تا کمی طبیعی تر بشه کار من میزنم روی 65 و و در نهایت با اضافه کردن یک تکست یا یک متن مثل این میتونم که کارم رو به انتها برسونم و به اون نتیجه که خودم دلم میخواد برسم امیدوارم که بتونید از ترکیب این دستورات استفاده بکنید به حال میتونه بسیار بسیار زیاد برای شما کاربردی و کلیدی باشه علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین